درود بر شما. سیوم مهر ماه 1400 خورشیدی و 22 اکتبر 2021 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به پشت پرده اقتصاد ایران. پرده آخرم آخر برنامه. دو خبر از دو طرف شکاف طبقاتی در ایران. خبر اول، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می کند. بر پایه گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، حداقل 26 میلیون نفر در ایران 85 میلیون نفری در فقر مطلق زندگی می کنند. این گزارش تأکید می کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، بلکه در سه دهه اخیر حداقل، نمیتوان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. گزارش دولتی است. میگه وضع بهتر که نمیشه، بدتر هم میشه. خبر دوم، مصطفی میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش فساد و قاچاق گفت آمار کشف جرائم اقتصادی در دو سال و نیم گذشته 134 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که بیانگر جفای بزرگی در حق بیت المال است. این 134 هزار میلیارد تومان رو کی حیف و میل کرده؟ 134 هزار میلیارد تومان در دو سال و نیم آمار جرائم اقتصادی. مجرمای اقتصادی کیان؟ کجان؟ سیستم مجرم یا افراد یا هر دو؟ برای اینکه این نتیجه بگیریم، امشب من به دو نمونه نزدیکتر در این 43 ساله فساد و رشوه و مصیبت در اقتصاد کشور اشاره میکنم که نمونه های خیلی مهمی هم شاید نباشن، اما در واقع به قول انگلیسی زبان ها پروتوتیپ هستند، مشابهات بسیار دارند در این 43 سال در عمر جمهوری اسلامی. یکیش ممنوعیت واردات لوازم خانگی است با دستور رهبر جمهوری اسلامی، و دوم حکم زندان طولانی مدت برای سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی و اطرافیاش، مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت روحانی. ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی، البته بعد از دو سال که شرکت های سامسونگ و الژی که هر دو کره‌ای هن از ایران رفتند، این ممنوعیت ابلاغ شد. دو سال قبلش اونا رفته بودن. از اوائل سال 98 در واقع صحبت خارج شدن دو برند لوازم خانگی سامسونگ و الژی از ایران بود و هی تکذیب میشد توسط مقامات مسئول، تا بهمن 98 که دیگه تابلوهاش هم جمع کردن و عینیت عمومی پیدا کرد. در واقع گفتن تحریم‌های سخت آمریکا دلیلش بوده است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تحریم‌های مجددی که دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرد، کره جنوبی از پرداخت بیش از 9 میلیارد دلار پول نفت ایران خودداری کرد. در واقع این پول در دو بانک کره جنوبی بلوکه شد. زمستان 99 اگه یادتون باشه، جمهوری اسلامی یک نفتکش کره جنوبی رو تو آبهای خلیج فارس توقیف کرد به عنوانش کاری نداریم تا گروگان گرفته باشه، و بر اساس این پول بلوکه شده رو بگیره. توقیف نفتکش کره جنوبی در آبهای خلیج فارس بار دیگر مسئله پولهای بلوکه شده ایران در این کشور را مطرح کرد. برخی میگویند دلیل توقیف این نفتکش استرداد منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است، اما مقامات ایران این مسئله را رد میکنند. بحث بر سر چه میزان منابع ارزی است؟ بعد از توقیف نفتکش کره جنوبی، خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد کل منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود 10 تریلیون وان، یعنی 9 میلیارد و 200 میلیون دلار است. خب جمهوری اسلامی به شیوه مرزیه همیشگیش گروگان گرفت دیگه، گرو کشید دیگه. 15 دی ماه 99 گرو کشی کرد نفتکش کره رو
توقیف کرد تا پول بگیره. بیش از سه ماه بعد 20 فروردین 1400 آزادش کرد، ولی خب این بر اساس گفتگوهای بین مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان دولت کره جنوبی آزادش کرد. دو روز بعدش نخست وزیر کره جنوبی آمد ایران تا مذاکره بکنه درباره چگونگی پرداخت پولهای بلوکه شده. این صحبتی بود که کرده بودن با هم دیگه. پولی دست جمهوری اسلامی رو مستقیم نگرفت. حق عضویت ایران در سازمان ملل که عقب افتاده بود و 16 میلیون دلار بود و کره جنوبی از اون 9 میلیارد و 200 میلیون دلار پرداخت کرد. اون 16 میلیون دلار حق عضویت رو پرداخت کرد که ایران حق رأیش در واقع دوباره اعاده بشه در سازمان ملل. باری فروردین 1400 همزمان با حضور نخست وزیر کره جنوبی از ایران، اینا رو گفتم تا به اینجا برسم، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور درباره احتمال بازگشت شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت این دو شرکت در شرایط سخت مردم ایران را تنها گذاشتند. در حوزه قضایی اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بازگردند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در ایران وجود نخواهد داشت. کجا داشت این سخنرانی رو می‌فرمود آقای معاون دادستان کل کشور؟ اینش مهمه، کجاش مهمه؟ در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان. مال کیه؟ مال حجی دعیانی، مامرضا دعیانی. در ادامه صحبتاش معاون قضایی دادستان کل کشور که داشت در داخل گروه صنعتی انتخاب سخنرانی می‌فرمود، افزود دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سخت ایران را ترک کردند. البته اتفاق خوبی بود، زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آنها در ایران هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم. 14 شهریور 1400 رهبر جمهوری اسلامی دستور فرمودند که واردات لوازم خانگی از کره جنوبی ممنوع. بنابر آنچه دارین می‌بینین، بنابر آنچه رئیس دفتر پیشوا به رئیس جمهوری اسلامی نوشته است، جمعی از کارخانه ها و تولید کنندگان لوازم خانگی از رهبر خواستند که ورود لوازم خانگی ممنوع بشه. یه دروغ و یک حقه بازی تو همین دستور رهبر معظم هست. یکی اینکه بیش از 40% بازار لوازم خانگی در ایران بنا به آمار خودشون دست یه نفر، محمد رضا دعیانی، و حتی اگر جمعی از تولید کنندگان این درخواست رو مثلا کرده بودن از رهبر معظم، که هیچ کاری نداره مثلا رهبر این کارو چرا کرد، میتونه بکنه نمیتونه بکنه، در جزئیات دخالت بکنه، اینا همه حرفای حاشیه‌ایه. حتی اگر این جمعی هم این درخواست رو میکردن، در واقع خواست و حرف دعیانی اصل بوده، نه بقیه. از اینکه نیمی از انحصار بازار لوازم خانگی در ایران دست یه نفره. حالا اینجا میگن جمعی از تولید کنندگان. ثانیا، بنا به نوشته خبرنامه داخلی سپاه، جمعی تولید کننده اصلا در کار نبوده، حتی فقط مامرضا دعیانی بوده. مامرضا اینن براتون میخونم، خبرنامه داخلی سپاه: پس از گذشت چند هفته و افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و انتقادها نسبت به این موضوع، نشریه اخبار روزانه و داخلی سپاه در همین رابطه نوشت که رسانه‌ای شدن دستور رهبری انقلاب توسط هر شخص یا جریانی که بوده هزینه ساز بود، هم برای رهبری به دلیل عدم توجیه جامعه نسبت به منطق این دستور، جامعه نمیفهمه، توجیه نشده بود دیگه، و هم برای مردم به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی در کشور. این نشریه همچنین اضافه کرد دولت میتوانست بدون رسانه‌ای کردن موضوع آن را اجرا کند، اما برخی منتقدین از این موضوع به عنوان دستمایه‌ای برای حمله به رهبری استفاده کردند و رهبری را متهم به دخالت در امور جزوی کردند. این در حالی است که اولا این تصمیم مقام معظم رهبری مبتنی بر اسناد سیاست‌های کلی نظام در حمایت از تولید داخلی بود، و دوم در پاسخ به درخواست یک مجموعه صنعتی صورت گرفت. در پاسخ به درخواست یک مجموعه صنعتی، یعنی اینکه در ابلاغیه و تبلیغات همراهش آمد که چند شرکت تولیدی خواستند واردات ممنوع بشد و اگر آنها ورشکست میشوند، دروغ محض بوده است. از اول فقط یک مجموعه صنعتی که مدیر عاملش محمد رضا دعیانی است خواسته است جلوی واردات
گرفته بشه تا انحصار مطلق دست خودش باشه. آقا هم گفته باش. آیه حاج آقا دعیانی، شما من اینجوری حرف میزنم اسمونی تر قلیز ترم خوب میتونم حرف بزنم، برای اینکه شما اسمونی هستین دارم عرض میکنم، منم با منن اسمونی بودن خدا بیامرزدشون. دیگه اصفهان هم که نصف جهان همه میدونیم دیگه واقعا، و نام اصفهان یعنی نام دلتنگی. باری چجوری به این موقعیت رسیدی آقای حاج آقا دیانی؟ با شناخت فرصت ها و اساسش همه اینا لطف حضرت حق. واقعا مجموعه ما با یک عنایت خدا قطعا هرچه هست از آن اوست و با عنایت اوست. بله، هرچه هست از آن اوست و عنایت اوست. اصلا مال ما چیزی نیست که به حاجی دیانی میگن کارآفرین بسیجی. زنجانی هم به خودش میگفت بسیجی اقتصادی. اینا مهندس هم هست البته، علکی محمد رضا دیانی، حالا اینجا غلط هم نوشته. اینی که دارین میبینین این مال خبرگزاری بسیج ها که باهاش گفتگوی چند قسمتی مفصلی هم کرده که نمیشه مهندس فلان. حالا باری کارآفرین بسیجی. و بعد خب میگم که میدونید دیگه که بابک زنجانی هم میگفت من بسیجی اقتصادی هم، نه دلال نفتی هم، نه راندخار بسیجی اقتصادی هم. و میدونید دیگه داستانش رو دیگه، حالا هم که منتظره تا بیاد دوباره کنار باند دور زدن تحریم ها و بسیج اقتصادی قاچاق در واقع دوباره نفت و اینها بیاد در کنار رؤسای سابقش که الان وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسیه و همینطور رئیس سازمان برنامه بودجه دولت رئیسیه و بقیه و بقیه بیاد کار بکنه. بهش حکم اعدام دادن، خب دیگه بعد اعدام کردن دیگه نگرش داشتن، گفتن به دردمون میخوره. باری بریم سراغ همین حاج آقا دیانی. محمد رضا دیانی متولد 1354، 46 سالشه، بچه اصفهانه، در خانواده متدین و متعصب. محمد رضا رو میفرستن قم بره حوزه علمیه طلبه بشه. سال 1367 باباش اولین تولیدیش رو راه میندازه، تولید اجاق گازهای کوچیک رومیزی. محمد رضا که هنوز حاجی دیانی نشده اون موقع 13 سالشه که این تولیدی ها پایش گذاشته میشه. فروش تولیدی باباش بالاست. در همون زمان 12 سال بعد، سال 1378، ممرضای 24 ساله از حوزه علمی درآمده با کلی روابط حوزوی با علمای اعلام و مراجع عظام، میاد بر دست باباش تولید لوازم خانگی رو یکی یکی گسترش میده تا سال 88 که شرکت سرمایه گذاری انتخاب رو تأسیس میکنه واسه وارد شدن به حوزه های دیگه. چه حوزه های؟ نفت، گاز، پتروشیمی. دو سال بعد، سال 90، به طور کلی اون چیزی میشه که الان هست، اسم شرکت رو تغییر میدن به گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، متشکل از هولدینگ های لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ساختمان، گردشگری و توریسم، بازرگانی، دانشگاه انتخاب، بنیاد خیریه آلا. بنیاد خیریه هم که همیشه برای پولشویی لازمه دیگه. سال 92 آقای محمد رضا دیانی چند سالشونه؟ 38 سالشونه. 38 سالش. همون سال 92 اسامی ثروتمندترین ایرانیان در ایران برای اولین بار منتشر میشه. محمد رضا دیانی هم جزوشونه. خیلی جالبه این لیست رو وقتی نگاه میکنین
میبینید که اغلبشون تو فهرست بزرگترین بدهکاران بانکی ایران هم هستن. حسین هدایتی، علی انصاری، محسن پهلوان، جواد مدلل و غیره و غیره. برادران مدلل. و ایشون هم هجدهیانی 38 ساله هم جزو ثروتمندترین 10 تا ثروتمندترین آدمای ایران در 38 سالگی. خب برگردم سر موضوع. قبل از جلوگیری ماجرای وارد جلوگیری از واردات و اینها، قبل از جلوگیری از واردات لوازم خانگی بیش از 40% بازار عرض کردم دست دهیانی بود. بعد که واردات هم ممنوع شد یک انحصار مطلق افتاد تو بغل کارآفرین بسیجی و خب طبیعی بود که قیمت ها بالاتر بره. تعمیر، یعنی قیمت بازار دست ایشونه، تعمیر لوازم خانگی کره جنوبی رو اونق بگیره. میدونید شما خیلی بهتر از من میتونین که با این زندگی روزمره سر و کار دارین که چقدر یخچال تعمیر میکنن دیگه. مردم پول نداره 45 میلیون تومان بده یخچال بخره از حجی دعیانی، تعمیر میکنن ماشین رخشوی، تعمیر میکنن پلا میکنن. آقای کیوان گردان مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت میگوید اگه قیمت رفته بالا تقصیر ما نیست، ما بالا نبردیم. در واقع هر گونه افزایش قیمتی از سمت و سوی تولید کنندگان لوازم خانگی در هر فروشگاهی از لحاظ شما غیر قانونی هست آقای گردان؟ بله همینطوره. ما به هیچ وجه زمینه افزایش قیمت‌ها رو در حال حاضر ندادیم و این موضوع کاملا غیر قانونی. آقا جون غیر قانونی خیلی خیلی قانونیت میشناسید؟ آقا قیمت‌ها مگه ثابته؟ تو مملکتی که مردم صبح پا میشن میبینن همه چی نسبت به دیروز بدون ضابطه یه دفعه گرون شده یا دو برابر شده، سه برابر، یعنی چی افزایش قیمت ها غیر قانونی است و ما چون این دستوری نداده ایم؟ بذارین بریم سراغ دو کارشناس ارزشمند اقتصادی که امشب در خدمتشون هستیم. آقای دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در مؤسسه آموزش عالی بازرگانی برگندی فرانسه، و آقای نوید جمشیدی، سردبیر وبسایت خبری تحلیلی آسیا نیوز در تهران. خوش آمدید شما بزرگواران به امشب صفحه آخر. ازی بدید اول از آقای جمشیدی بپرسم که همین داد منو در آوردیم ماجرای لوازم خانگی در ایران و این داستانش. آقای محمد رضا دعیانی در گفتگو با بسیج نیوز صحبتایی کرده است که نمیدونم شنیدین خودتون یا نه، که بعضن شنیدنیست. اجازه بفرمایید یه تیکش رو بشنبیم بعد برگردیم خدمت شما. در گفتگو با بسیج نیوز پارسال نسبت به امسال 40% امسال بیشتر لوازم خانگی تو بازار ارائه شد، ولی نسبت به سال قبل نصف لوازم خانگی یک سوم. یعنی چی؟ یعنی مردم دارن با ولع جنس رو میخدن میزنن خونه هاش. خب این هیچ جنس رو گنو میکنه دیگه. آیا واقعا وضع بازار آقای جمشیدی عزیز این طوریه؟ مردم واقعا چند تا چند تا یخچال و تلویزیون و ماشین رخشویی میخرن؟ نمیدونم مثلا پولاشون رو چی کار کنن، میرن لوازم خانگی میخرن، انبار میکنن. برای همین هم از که قیمت لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات البته یهو رفته بالا. بله با درود خدمت شما جناب فلاحتی، جناب دکتر اسدی گرامی. ببینید خیلی آدم تأسف میخوره البته وقتی که به این شکل این در واقع حرفای لاتایل رو میشنوه. اگر که ما بخوایم جواب درست برای پرسش شما داشته باشیم در کشور، این هم یک بله هست هم یک نه. از چه نظر بله؟ ممکن هست مقداری خروج لوازم خانگی از کارخانه ها درصدش افزایش پیدا کرده باشه، ولی آیا این رو مردم خریدن یا مصرف کننده و اندیوزر خریده؟ به هیچ عنوان. مردم در این درگیری های اقتصادی با این قیمت ها با این اجناس بیکیفیت اصلا توانش رو ندارن و میل و رغبتش هم ندارن. حتی اگر در گذشتم حالا مادری پدری برای مثلا جهیزیه دخترش ممکن بود زودتر بخره و انبار بکنه، الان که اصلا امکان این نیست، میل و رغبتش نیست. البته تا حدی هم این رسوم در حال منقرض شدن هم هست، ولی از چه نظر؟ آری از این نظر که به هر حال شما یک
بافت در هم تنیده یک شبکه فاسدی رو دارید که اینها رانت‌های اطلاعاتی دارن که قرار هست گران بشود یا نه، و این هم مبتکرانی هستند که ممکنه تحت عنوان نمایندگان فروش یا صاحبان انبارها بیان و از درب کارخانه بخرند، احتکار بکنند یا اطلاع داشته باشند که گران می‌شود چنانچه اطلاعاتشون درست بوده. و خب اون تولید کننده مصنوعی به ظاهر اینها جاهایی که نشون دادین یاد عنوان بکنه که ما فروش داشتیم و تفسیر گرونی قیمت هم بندازه گردن مردم، بگه که اینها خرید میکنن. در این حال اون محتکران خرد که اسم خودشون رو نماینده فروش ها چیزی هم میگذارن، در واقع به سوداگری غیر اخلاقی خودشون ادامه بدن. در نهایت همچین چیزی رو ما نمیبینیم که خرید لوازم خانگی به خصوص از نوع بیکیفیتی که اینها در واقع قطعات چینی رو سرهم میکنن افزایش پیدا کرده باشه، که هیچ کاهش هم پیدا کرده. و همینجوری که شما در ابتدای برنامه به درستی توضیح دادید، بخش تعمیرات یا کاملتر بگم بازار استوک و دست دوم این کالاها به شدت رونق پیدا کرده و بازار خریداران معمولی در فروشگاه و مغازه ها، جاهایی که بورس هست مثل خیابان شریعتی یا سرای امین حضور و غیره، به شدت دچار رکود و خلوتی هستش. آقای جمشیدی، به نفع کی شده این جلوگیری از واردات این؟ همین توضیحی که دادم کافی است. بله، ببینید، اولا من فقط تیتروار بگم که به ضرر کی شده، که به نظر من مهمتر هست، به ضرر عموم ملت ایران و مصرف کننده ها. و اما نفع کی، ما سه گروه رو در اینجا داریم که نفع میبرن از این موضوع. یک گروه در واقع اون باند مافیایی فاسدی هست که اسم خودش رو تولید کننده داخلی جا زده، سعی داره که در واقع به گزاف جا پای بزرگانی مثل محسن آزمایش و غیره بکنه. نمونه شو این حاج آقای اصفهانی رو مثال زدین، نمونه های دیگر هم وجود دارن. خب اینا طبیعتاً یک انحصار بیشتری رو ایجاد میکنن، به محض اینکه خبر این انحصار و ممنوعیت واردات اعلام شد، همون روز 5-7% به قیمت در یک روز اضافه شد به این بنجل‌های مونتاژ شده چینی. دسته دوم که نفع می‌برن، که خیلی جالب هست بینندگان بدونن، قاچاقچیان هستن. خب می‌دونیم که کالاهای لوازم خانگی، حالا مثل یخچال یا تلویزیون، کالاهای کوچکی هم نیستند و قاچاق تعداد زیاد اونها هم کار قاچاقچیان خرد نیست. به قول محمود احمدی نژاد، برادران قاچاقچی هستند. اینو از اینجا عرض میکنم که ما الان در بازار به قیمت‌های فضایی و نجومی همین الان لوازم خانگی کره‌ای می‌بینیم. خب اینا که حدود 3-4 سال وارد نمیشه. اینها قاچاق هستن. اگه باید 10 میلیون تومان باشه مثلا یک ماشین ظرفشویی، هست 170 میلیون تومان فرض بفرمایید. یعنی یه همچین درصد اختلافی هست. پس اینجا قاچاقچیانی هستن که به شدت سود می‌کنن. و دسته سوم که کوچیک‌تر هم هست، کسانی هستن که در واقع به عنوان حالا دورزننده های تحریم یا اینها میخوان سعی بکنن لابی هایی رو بکنن، که حالا محدودی هم هستن که بتوانن از جایی مثل کره جنوبی و اینها با چند مرحله دلار و یورو و ارز بگیرن و از اون ریزش اون چند میلیارد به نفع خودشون استفاده بکنن. این سه دسته هستن که از این حکم حکومتی در واقع نهایت بهره رو همین الان دارن میبرن، به یک ترنوور مالی چند هزار میلیارد تومانی در ماه. سپاسگزارم. آقای دکتر جمشید اسدی عزیز، همین سوال و بنده از حضور شما دارم که حالا آقای جمشیدی یه خوردم دیپلماتیک حق دارن جواب دادن درباره این که به ضرر چه کسایی میشه، به نفع چه کسایی. حالا شما یه خود دستتون بازتره، شما توضیح بدین، خواهش میکنم. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز، درود بر دوست بسیار عزیزم نوید جمشیدی. البته ایشون خیلی هم دیپلماتیک، نه ایشون خیلی دیپلماتیک صحبت میکنن نه روزنامه آسیاشون. نه نه، در حدی عرض کردم که منو وادار نکنین آخه تعریف و تمجید بکنم. بله، وگرنه آقای جمشیدی که چشم ما هستند، از جمله روزنامه‌نگارانی هستند در ایران که واقعا چشم ما هستند، و بیش از این که بتونیم
بیاریمشون تو برنامه، ازشون سود استفاده کنیم، به اصطلاح سعی میکنیم ازشون هر جوری هست محافظت بکنیم که بمانند این روزنامه نگاران معدود در ایران. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، چنان که خود شما هم جناب فلاحتی چشم بسیاری از ماها هستید، درود بر شما بر این برنامه مستندتون. در مورد پاسخ دومی که دوست عزیزم آقای جمشیدی دارن، به یک روایت بگوییم راندخار. راندخار چه کسی است به لحاظ اقتصادی؟ راندخار کسی است که امتیازی دارد خارج از رقابت، به هر دلیلی اون امتیازو داره. این راندخارانی که ایشون به سه روایت برشمردن، یکی راندخارایی هستن که مثل آقای دعیانی میگوید اصلا به طور کلی دست من لوازم خانگی، رقیبم ندارم، هر جنسی دادم باید بخرم. نگاه کنید به خود رو، این امتیاز فروش یک کالایی رو داره، هر جوری بخواد، به هر قیمتی بخواد، به هر کی بخواد میتونه بفروشه، رقیبی نداره. اون راندخار دومی که نام بردن، کسیه که کالای خاصی رو امتیازش رو نداره، اما راه‌های ورود و توزیع کالا رو در اختیار داره. 70 اسکله نامرئی در ایران وجود داره. نامرئی یعنی چه؟ یعنی در گمرکات و حسابرسی رسمی کشور نیست. دست همون برادران پاسداره که وجود داره. اولین بارم آقای کروبی اینو افشا کرد، البته میدانستیم، منتها رسمی وقتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی میگن کسی نمیتونه منکرش باشه. راندخار سوم که این در عین حال یکی از ویژگی های فساد در نظام جمهوری اسلامیه، که شما این یک بحث جدیدیست در اقتصاد، که میگوید به طور رسمی که آقا ما تحریمیم، به طور قانونی نمیتونیم بخریم، ما به تو یک امتیازهایی میدهیم که به طور قاچاق برای ما وارد کنی، نه اون قاچاق اسکله های نامرئی و فرودگاه نامرئی نزدیک تهران، بلکه اگر بخوای واسه پاسپورت تقلبی میزنیم، بخوای برات روابط تقلبی درست میکنیم، مثلا وابسته به سفارتی برات سفارش واردات صادرات میتونیم درست بکنیم که تو بتونی با تقلب کارهای غیرقانونی به لحاظ جهانی بتونی کالاهایی رو وارد کنی. این مصداق آقای بابک زنجانی و این اتفاقاتی که اخیراً در مورد آقای سیف مطرح شد از همین مورد. بله، این یک نکته هم اگر روزه میفرمید بفرمید. در مورد پاسخ نخستی که دوست عزیزم نوید جمشیدی دادن، یه نکته رو عرض بکنم با توجه به رصد بسیار دقیقی که در ایران میکنن، گونه درس جواب میدم، بفرمایید آیا این درست است یا نه. پژوهش‌های نشان میدهد که برخی از مردم واقعی کوچه و بازار واقعا میخرن این لوازم خانگی رو و نگه میدارن. چرا؟ برای اینکه پول به عنوان اعتماد ملی در کشور فرو پاشیده. پول ملی یک کشور اعتماد ملی، یکی از جلوه‌های اعتماد ملی در کشوره. خب اینا میدونن که اگر پول کنار بذارن، مثلا واسه تحصیل بچه‌شون روز مبادا قسط خونه رو بدن، این پولی که امروز 100 تومنه فردا قدرت خرید 40 تومن هم نداره با تورم 60%. میگوید من یک چیزی بخرم که قیمتا که گرون میشه قیمت اینم گرون بشه، برم بفروشمش. همینه که بعضی وقتا لوازم خانگی رو میگیره ولی میگه من استطاعت استفاده از یخچال رو ندارم، من استطاعت استفاده از این لوازم الکترونیکی رو ندارم، نمیکشم. و چرا میخری؟ میخرم که 4 ماه دیگه که حقوق بازنشستگیم، حقوق کارمندیم، حقوق معلمیم که بنابر گزارش های رسمی میانگین حقوق معلمی زیر خط فقره. میگه آقا من میدونم نمیتونم یخچال بخرم، زیر حقوق که بگیرم زیر خط فقرم، پس چرا میخری؟ میخرم که فردا بتونم اینو بفروشم، خرج غذا و دوا و دکتر و اینامو بدم. آقای دکتر اسدی گل، آخه باید اون پول اولیه باشه که بتونه طرف بره 40 میلیون تومن بده یه یخچال، حالا با صفتهایی که آقای جمشیدی هم فرمودن، بخره که بعد از 2 ماه مجبور بشه بره تعمیرش بکنه. نمیدونم واقعا صحبت از 26 میلیون نفره که آمار روز پنجشنبه دیروز منتشر شد که زیر خط فقر مطلقن، آیا آقای جمشیدی
ممکن هست چون این چیزی؟ این سوال آقای دکتر اسدی هم هست. خواهش میکنم. بله، اولا سپاسگزارم از ابراز لطف دوستان عزیز و بزرگان. ببینید، از نظر امکان خب هر روزی که میگذره امکان یعنی توان این هزینه کردن کمتر میشه، ممکن هست پسندازی باشه، امکانی باشه. من عرض میکنم خدمتون که فرمایش جناب دکتر اسدی کاملا درست هست که من تقریبا میتونم بگم بالای 95-6% جمعیت کشور تلاش دارن که از قافله تورم عقب نمونن و پولشون رو تبدیل به موضوعی بکنن. منتها خب معمولا آنهایی که توان دارن که روز به روز ازشون کمتر میشه سعی میکنن چیزهایی رو خریداری بکنن که نقد شوندگی ساده تری داشته باشه، از جمله دلار و سکه و اگر توانشون برسه زمین و اینها. ولی کم با توجه به گرون شدن قیمت طبیعتا به سمت کالا هم میان. ولی باز من فکر میکنم اون آماری که اون آقا عجیب غریب 40% اعلام کرد در این حجم از کشور، این آمار محال است که مردم این 40% رو افزایش داده باشن. تک و توکی هستن قطعا این موضوع درسته که این کار رو بکنن، ولی عرض میکنم اینها در اقلیت هستن و اونا هم که توانشو دارن میرن سراغ چیزهایی که نقدشوندگی ساده تری رو داشته باشه، چه برسه حالا به این اجناس به شدت بیکیفیتی که من اصلا بعید میدونم که یعنی نمیتونم اصلا پیش بینی بکنم که اینا آخر عاقبتش چجوری باشه. حالا اگه فرصتی بود من خدمت شما نمونه هایی هم عرض میکنم که طرف میره یه دونه مثلا یخچالی میخره، بعد 5 روز بعد درش خراب میشه، بعد بهش سرویس نمیدن، بعد از کارتون باز میکنه توش خراب است. یعنی از نظر کوالیتی و کیفیت یه چیزی هستش که اصلا حتی رو نقدشوندگیش هم نمیشه حساب کرد و یک نوع کلاهبرداری اولیه از درب کارخانه محسوب میشه. اجازه بفرمایید به اون گزارش دوم برسیم. من میترسم نتونیم یه نتیجه در همه حد نتیجه مقدماتی هم که از همین گزارش اول گرفتیم بگیریم وارد اون بشیم. این فرصت بکنیم حتما باید برگردیم به این موضوع. شما بزرگواران به بنده چند دقیقه کوتاه وقت بدید، خواهش میکنم که من درباره همین که اشاره فرمودن آقای دکتر اسدی، محکومیت سیف رئیس کل بانک مرکزی در دوره روحانی اشاره بکنم، یه گزارش کوتاهی بدم و بعد برگردم خدمت شما. سخنگوی قوه قضاییه شنبه 24 مهر 1400 اعلام کرد ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمین سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به 10 سال زندان محکوم شده است. خب کسای دیگه هم البته هستن، حالا قام گفت این وسط، یعنی زمانی که سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده اتفاقا خیلی افتاده مثل بقیهشون که در مستر کار هستن و اتفاقای اون گوشه موشه خیلی میفته. یکی از این اتفاقا که در همین حد قطره چکونی هم که درباره این مثلا محکومیت گفته شده است هیچ که خبر نداره، 8 مرداد 1400 دادگاه عالی کیفری در بحرین در پرونده بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخت و جریمه کرد. دادستان بحرین روز پنجشنبه 7 مرداد مدعی شد که پس از بررسی همه موارد مربوط به اتهامات اشخاص و بانک‌های درگیر در این پرونده پولشویی، بانک المستقبل و 6 نفر دیگر از مقامات آن در بحرین همچنین بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخته است. بانک المستقبل بانکی است که سال 1383 تأسیس شد با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و یک بانک بحرینی. در دادخواست دادگاه کیفری عالی بحرین آمده است که بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی درگیر این پرونده پولشویی هر یک میلیون دینار بحرین جریمه شده و دستور توقیف مبالغ که قرار بوده مورد پولشویی قرار گیرد صادر شده است. گزارش ها همچنین حاکی است که بانک المستقبل یا فیوچر بانک در تلاش برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین نهاد از جمله سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نهادهایی در عراق بوده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک ها موفق به انجام این کارها نشده اند. خب اینو داشته باشیم که میگم اصلا این خبرات
درج نمیشه جایی، منتشر نمیشه جایی، برگردیم به حکم دادگاه سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی. سخنگوی قوه قضاییه گفت ولی الله سیف به تحمل 10 سال حبس، احمد عراقچی به 8 سال حبس و سالار آقاخانی به 13 سال حبس تعزیری محکوم شدن. احمد عراقچی که میدونین معاون ارزی بانک مرکزی بود و سالار آقاخانی هم میگن فرار کرده، حالا میگم کیه فرار کرده، 13 سال حبس دادگاه بهش داده، دادگاه به مثل اینکه راه میفته این آقا فرار کرده و ما نمیدونیم کجاست. هیچ دقت کردین تو این دادگاه همیشه دست کم یه نفر از متهمان اصلی پرونده های اقتصادی فرار میکنه، نمیدونیم کجاست. پولایی هم که برده شده هیچ وقت بر نمیکرده، نمیدونم آیا مال همشون دسته اون، مال همشون که چرف کنم یعنی مال مردمه، اون پولای دزدیده شده خورده شده میل شده آیا همش دست اون کسی که فرار کرده برای تقسیمات بعدی؟ کی آوردتش سر کار توی کار این آقای فرار کرده رو، آقای سالار آقاخان و آقاخانی رو؟ دلار داده بهش گفته برو تو بازار بفروش. میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت روحانی و رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی. ادامه مطلب از خبرگزاری ایسنا. سوء مدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد؟ از اواسط سال 96 ببخشید از اواسط سال 96 که نشانه های نوسانات بازار ارز مشخص می شود، احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی رئیس بانک مرکزی ولی الله سیف تصمیم می گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت ها را کنترل کنند. در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی میکند تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه به عهده بگیرد. چرا تو این خبر اسم معذرت میخوام چرا تو این خبر اسم سید رسول سجاد نیست؟ به خاطر اینکه سید رسول سجاد یه چششو از دست داده تو جنگ و اینا، مثلا جانباز و همچنان عزیزه برای آقایان از هر جهت، ولی در همین دادگاه گفته می شود که بعدها معلوم می شود میثم خدایی و رسول سجاد رشوهی کلان از سالار آقاخانی گرفته بودند. این هم عرض کنم خدمتون که آقای مسعود کاظمی روزنامه‌نگار گزارش نوشته است در ایران وایر در همین زمینه، نوشته رسول سجاد به دلیل کمک به تقویت حکومت بشار اسد از طریق تأمین مالی او که توسط یک باند روسی ایرانی انجام می شد از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد. 3 آبان 97 وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم رو اعلام کرد و به دلیل انتقال میلیون ها دلار به حماس و حزب الله توسط سپاه پاسداران از طریق رسول سجاد و یکی دو نفر دیگه. مورد عجیبتر درباره رسول سجاد این است که چند ماه بعد از آزادی موقت با قرار وثیقه و در فاصله چند هفته مانده تا برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهاماتش، حسن روحانی رئیس جمهور سابق به منزل شخصی او رفت. 3 بهمن 1398 حسن روحانی میره خونه سجاد، از او به عنوان جانباز جنگ 8 ساله با عراق تقدیر میکند و این نشان دهنده اهمیت رسول سجاد لااقل برای بخشی از نظام است که فلان و فلان. رسول سجاد همچنان با همون قرار وثیقه بیرون از زندان به سر میبرد و ایشون وصلن به یک پرونده دیگر، در پرونده اسد بیگی، پرونده هفت تپه آمده است. بنابر آنچه در کیفر خواست آمده، رسول سجاد 700 سکه تمام بهار آزادی از اسد بیگی رشوه گرفته تا امکانات بانک مرکزی رو در اختیارش بذاره. اون کیف پر از سکه طلا و ارز که تو دادگاه مرداد 99 نشان داده شد، بله این رشوه ای بود که امید اسد بیگی به رسول سجاد داده بود که با معاملش محسن اسد بیگی. محسن صالحی
بذاریم من بقیه خبر رو نخونم، دیگه وقت زیاد نداریم. داستان این است که آقا جان چرا ما باید فکر بکنیم که این دادگاه ها و احکامشون و مجازات ها از جمله درباره سیف و عراقچی و دیگران واقعی است؟ همینطور که داریم درباره همین آقای سید رسول سجاد خدمتتون عرض کردم و نمیدونم انتقام جویی شخصی که نمیشه گفت، دعوای جناحی و باندی و خرد مافیاها و این چیزا نیست، واقعا مبارزه است با فساد. واقعا کسی باور میکنه اصطلاح مسخره مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی رو؟ 4 سال از 5 سال ریاست سیف بعد بانک مرکزی، مردم فریاد میزدن مرگ بر سیف. روحانی سیف رو از ریاست بانک مرکزی برمی‌داره با فشارهایی که هست و تظاهرات هر روزه ای که دیدین اینا، میکنتش مشاور مالی و ارزی رئیس جمهوری. بعد دولت که عوض میشه رقیب حمله میکنه تا بگه هرچی بدبختی از دولت قبل دیگه به ما رسیده و ما هم ببینین میزنیم پدرشون در میاریم و زندان 10 سال 13 سال فلان. آقا این برای مردم نون میشه؟ برای کسی که مالشو باخته مال میشه؟ میدیدم یه چند نفر از حقوق دانان آمدن نوشتن که سیف اختلاس نکرده، سیف در نظم اقتصادی اخلال کرده، یعنی برای خودش چیزی ندزدیده، پس چرا بهش 10 سال؟ آقا چه فرقی میکنه برای مردم که اخلال اختلاس فلان، چه اسمی روش میذارین که سفره مردم سفرهشون کوچیک شده، این حاصل اختلاس یا اخلاله؟ اینا برای اون 26 میلیون نفر مردمی که زیر خط فقر مطلقن نون نمیشه که. بعد مردم وقتی ندونن کدوم مسئول حکومتی چقدر داشته و داره، از کجا میشود دانست که شما که همتون از یک پیکرید چقدر دزدی کردین؟ مگه به دادگاه اقتصادیتون میشه باور داشت وقتی اکبر طبری با اسم و مشخصات و روابط مفسدانه در پرونده فساد خودش یه عدتون رو متهم میکنه، اسم میاره میگه آقا اینا رو بیارین اقلا ازشون سوال کنیم ببینه حرفای من راست یا دروغه، شما حتی به عنوان مطلع اونا رو نمیارین. کسی که همشون الان دارن تو دولت رئیسی کار میکنن، اجه یکیشون بود که رئیس قوه قضایی از خودتون رو که نمیارین دادگاهاتون. ببینید یه نکته رو کوتاه عرض بکنم که 27/97 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که میگن مردم نمیدونن شما چقدر بردین و خوردین و میبرین و میخورین. 27/97 سخنگوی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اطلاعات مالی همه مقامات و مسئولان طبق قانون محرمانه است. بر اساس اظهارات رئیس قوه قضاییه و طبق ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران فهرست دارایی های افراد مشمول اطلاعات محرمانه می شود. این در واقع مسببه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. بعد امسال در 20 مهر ماه 1400 روزنامه شرق گزارش منتشر کرد از همین ماجرا، از تایید همین مسببه در مجلس، که البته وقتی قضیه داغ شد مجلسی ها گفتن ما نبودیم، ما نکردیم، سخنگوی شورای نگهبان هم گفت مجلسی ها نکردن، مجمع تشخیص کرده و ولی به قوت خودش باقی است. این مصاحبه مجمع تشخیص مصلحته. برای همینه که میگم این بحث‌های هیدری نعمتی به درد مردم نمیخوره که کی کرده کی نکرده. مهم این است که این محرمانه بودن اموال و دارایی‌های مسئولین حکم قانونو داره و افشای اموال و دارایی‌های مسئولین جرمه. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان اعلام لیست دارایی مسئولین یا خانواده های آنها اجباری و عمومی است، حالا در ایران قانونی تصویب شده که نه تنها فهرست دارایی مسئولین را منتشر نمی کند، بلکه انتشار آن را جرمی با مجازات 6 ماه تا 2 سال زندان دانسته است. آقای دکتر اسدی عزیز، آیا نامحرم بودن مردم به ویژه در این زمینه که عرض کردم، یعنی دارایی مسئولان که در کشورهای
که با تجدد و مدنیت سر و کار دارن بسیار ساده در اختیار مردم قرار دارد، عمومی است، پابلیکه. ولی در ایران نه. آیا این نامحرم بودن مردم به اقتدار حکومت کمک میکنه؟ منظورم اینه که ما بپذیریم حکومت تمامیتگرا و مستبد، اینو مفروض بگیریم، آیا کمک میکنه به حفظ خودش؟ خواهش میکنم. هرگز نمیکنه. اولا اینو خدمتتون عرض کنم، همین الان از سایه در این ساعت و در این روزها یکی از رؤسای جمهور پیشین فرانسه نه برای ثروت‌اندوزی بلکه برای درگیری در مسائل مالی که قانونی نیست به حکم زندان تعلیقی محکوم شده است. البته دادگاه هنوز در جریانه. پس اینو باید بینندگان گرامی بدونن که رسیدگی به امور مالی کسانی که مسئولیت دولتی دارن در فرنگ بسیار عادی است. حتی شما و من هم میتونیم در این مورد شکایت بکنیم و با دادگاه رسیدگی میکنه. اما پرسش شما این است که آیا این به اقتدار یک حکومت کمک میکند یا نمیکند؟ بدون تردید نمیکند، بلکه به فروپاشی کمک میکند. البته فروپاشی به معنی از میان رفتن یک نظام سیاسی نیست، بلکه فروپاشی اقتصادی، یعنی گسترش خط فقر از جمله نشانه های فروپاشی اقتصادی است. چطور میشه که اقتصاد فرو میپاشه؟ این است که وقتی رسیدگی به امور مالی مسئولین دولتی مشخص نباشه، قدرت دست مدیران دولتی است دیگه، رسیدگی به اموال اینها قانونی نباشد، میدانید که یک بار تشخیص مصلحت، یک بار شورای نگهبان جلوی این قانون رو که خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بودن گرفتن. خب وقتی این مدیران دولتی رسیدگی به پول مالیشون نمیشه، پس میتونن پول مالی بردارن. خب کسی هم دادش به جایی نمیرسه. این طور که بشه مردم سرمایه گذاری نمیکنن، کسی تولید نمیکنه، کسی که تولید نکنه پولی پیدا نمیشه که حقوق کسی رو بده، کارگر و کارمند فقیرتر میشه. کسی هم که سرمایه گذاری دیگر نمیکنه، نمیتونه بکنه. همون صحبتایی که اول کردیم، یا زمین میخره اگر بتونه، یا دلار میخره اگه بتونه، سفت بازی روش میکنه. همین میشه که اقتصاد کم کم فرو میپاشه. در نتیجه حتما به اقتدار اقتصادیش کمک نمیکنه، بلکه تسریع میکنه فروپاشی اقتصادی رو، چنان که از آغاز برنامه بسیار بدان پرداختیم. سپاسگزارم. آقای جمشیدی عزیز، یک نکته هست قبل از اینکه وارد بسته کوچیک سوال دیگه بشم، میخوام اینو ازتون بپرسم. در ادامه اون بحث گذشته که خرید و در واقع نگه داشتن لوازم خانگی، حالا یا هر چیز دیگه ای توسط مردم، این ربطی البته به سوداگری، بازار سوداگری نداره به دلایلی که شما فرمودین، ادامه همونه منتها از زاویه دیگه، و اونم رشد بزهکاری در جامعه است. آقای جمشیدی، فساد ما میبینیم در 40 سال گذشته هرچه بیشتر عمق پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، میبینیم که بزهکاری، پرخاشگری، دزدی، دزدی‌ها یه مردم از همدیگه، نمیدونم رشوه دادن با فراغ بال و رشوه گرفتن و خلاصه هر خصوصیت بدی که در اخلاق اجتماعی و فردی میتواند آدم سراغ بگیره بیشتر شده. سوالم این است که آیا این همزمانی رشدش در واقع با رشد فساد حکومتی آیا تصادفی است؟ آیا مربوط به فرهنگ مردمه یا مربوط به فرهنگ حاکمه؟ خلاصه. بله ببینید، اولا که اصلا تصادفی نیست، این کاملا وجود داره. یعنی چنانچه حالا آقای دکتر اسدی عزیز استاد هستن در این زمینه، در زمان یکی از اولین
تبعات منفی بحران‌های عمیق اقتصادی و معیشتی از جمله بیکاری و غیره، در واقع بحران‌ها و مشکلات اجتماعی یا به بیانی اخلاقی هم هست که به شدت متاسفانه در جامعه ایران ما این رو شاهد هستیم. یکی اینکه طبیعت مشکلات اقتصادی، تاریخ در همه جای جهان نشون داده که منجر به افزایش جرم و جنایت خواهد شد، از جمله دزدی و سرقت، که حالا لازم باشه من چیزای عجیبی رو شاهد بودم در همین تهران که خدمتتون میتونم عرض بکنم از نظر روز و ساعت و زمان و دزدی های اینجوری که انجام میشه. نکته بدتری که شاید کشور ما خیلی استثناء باشه متاسفانه در این ایام این هستش که حاکمیت و حکومت در واقع با القاء نوعی از فرهنگ در واقع یا ضد فرهنگ درست بگیم اومده و قبح یک سری از این موضوعات و مسائل رو ریخته و در عمل و در برخورد با اینها هم در واقع جوری عمل کرده که شما فضا به لحاظ اخلاقی و اجتماعی تغییر کرده. برای اینکه پیچیده نشه این موضوع من مثالی رو میزنم. زمانی که یک فردی به عنوان مثلا فرض کنیم مداح که همه میدونن وسط خیابون اسلحه میکشه، یا فلان آقازاده فلان پسر حاجی اسلحه میکشه، چیزهایی که هست اخبارش موجوده، خب اون مرتکب جنایتی میشه، مرتکب یک خلاف غیرقانونی عمده و واضح و آشکار میشه و در نتیجه جوانان و مردم نگاه میکنن که اتفاق خاصی برای اون نمیفته. خب این خیلی تاثیر بدی میذاره. اولا یک جو بیقانونی رو در کشور نشون میده. دوما برای جوانترها به خصوص متاسفانه در تکرار این موضوعات میکشونه به اون سمت که پس من هم اگر این کارها رو بکنم، این امتیازات رو داشته باشم، این ارتباطات رو داشته باشم، میتوانم اسلحه حمل بکنم، میتوانم دزدی بکنم، میتوانم عربده کشی بکنم، هیچ اتفاقی هم نیفته. جناب فلاحتی، بینندگان عزیز، این مواردی که من به شما میگم من به عینه در افرادی دیدم، یعنی تمام تلاشش رو طرف کرده که بره مثلا مجوز حمل اسلحه بگیره. خب ما چیزی با اسم مجوز حمل اسلحه در ایران به صورت عادی که نداریم، شما باید مربوط به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی باشین. میره و مجبور میشه باج بده به اونها و تمایل پیدا میکنه. منظور من از این مثال ها و توضیحات این بود که علاوه بر این که بحران های اقتصادی و معیشتی تأثیر مستقیمی روی موضوعات اجتماعی و اخلاقی داره، فضایی رو هم که جمهوری اسلامی باز گذاشته و به نحوی در واقع به خودی ها امتیازاتی میدهد، هرچند غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر انسانی، طبیعتا بخشی از جوانان رو هم به همون سمت و همون قسمت میکشونه. با یک تلفن میتونه رئیس کلانتری رو بیچارش بکنه، خیلی خب بالا پسرش حالا هر کاری کرده کرده، گوش چهار نفرم زده وسط خیابون، یه کاری هم کرده. این موضوع اخلاقی جمهوری اسلامی هست و موضوع اقتصادی که متاسفانه بله ما شاهد سرقت مواد غذایی و خوراکی خیلی زیاد هستیم، آمار شاهد رشد آمار در واقع سارق اولی ها، یعنی افرادی که سابقه ندارن وقتی میرن کلانتری هستیم، که این فاجعه‌ای هست برای یک کشور و موضوعات اجتماعی و اخلاقی اون. خب حالا اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم اینو، همین موضوع رو بیاریم به فرض بفرمایید همین موضوع محاکمه سیف مثلا بانک مرکزی، آقای دکتر اسدی عزیز، سوال کوتاه و روشن، آیا شرایط یعنی سیستم، وقتی میگیم فساد ساختاری یعنی هر کسی در این سیستم باشه باید در همین ساختار کار بکنه، ساختارم فاسده؟ من به هیچ وجه گناه افراد رو نمیگم که بیگناهن اینا، طبیعتا یک نفر میشه بابک زنجانی و ده نفر دیگه ای که بهشون مراجعه میکنن ممکنه و اصلا تلاش اونو نکنن برای نزدیکی به مسئولان حکومتی، مسئولان دزد حکومتی و قاچاقچی حکومتی، ولی یه نفر این کار رو میکنه. یا به هر حال، حالا منظورم اینه، سوال روشن، آیا اگر سیف رئیس کل بانک مرکزی نبود، کسی دیگه ای بود، اون مثلا این کاری که سیف کرد و نمی کرد که حالا به 10 سال زندان محکوم شده؟ به طور روشن برای پاسخ به پرسش بسیار روشنتون، شما میزان دوستداری منو نسبت به خودتون و دوست عزیزم نوید جمشیدی میدانید. اگر شما دو نفر آقایونم
به جای آقای سیف بنشینید. در چنین نظامی و بلند مدت بشود دوره مدیریتون، نتیجه کار جز این نمیتواند باشد. من که دیگه جای خود دارد در این مورد. میفرمایید که بحث است که عده‌ای میگویند این اختلال است یا اختلاس است. هرچی آقایون بگویند من قبول دارم. میگویم همین اتفاق، همانند همین اتفاقی که در زمان آقای سیف افتاد، در زمان رئیس بانک مرکزی مورد نظر همه آقایان محسن نوربخش سالها پیش اتفاق افتاد و محسن نوربخش بلند مدت ترین دوره ریاست بانک مرکزی رو در دو نوبتی که رئیس بانک مرکزی شد داره. دقیقا همین اتفاق افتاد. حالا میگید اختلاسه. خب اگر جلوشو گرفته بودید چرا باید دوباره تکرار بشه؟ میفرمایید نه اختلاله. خیلی خب آقا اختلاله، بالاخره یه چیز خوبی نبوده دیگه. اون زمان اتفاق افتاده، چرا باید دوباره اتفاق بیفته؟ چون نظامتون نظامیه که جز این نمیخواهید. فقط باید یک دعوای جناحی بشود، چنان که هر وقت رئیس جمهوری میرود تمام این دادگاهایی که تشکیل میشه و قوقا سرش میذارن که ما داریم با فساد مبارزه میکنیم، نگاه کنید همه اینها وقتی است که یک رئیس جمهوری میرود و مدیران قبلی میرن زندان، حالا بگیرن نگیرن، خارج برن نه. تا دوباره رئیس جمهور جدید بیاد و این دور تکرار بشود. در نتیجه پاسخ من بسیار روشن است، تا نظام مقدس ولایتی هست جز این نتیجه ای نمیدهد. هر کسی هم جای آقای سیف بنشیند، این رفع مسئولیت از آقای سیف نمی کند. ولی خب این نظام اینجوریه دیگه، فساد ساختاری است و فساد ساختاری فوش نیست، دشنام نیست، تعریف اقتصادی دارد. باشد برای برنامه دیگر و حوصله دیگری تا عرض گزارش کنم. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر جمشید اسدی. یک دقیقه و اندکی وقت داریم. آیا در این فرصت کوتاه می شود توضیح داد که چگونه پولشویی می کنن از طریق مثال بزنین، از طریق خیریه ها که از جمله همین خیریه آقای دعیانی هم یکی از هولدینگاش خیریه والا هم چیزی؟ خواهش کنم آقای دکتر اسدی خواهش میکنم. بله، پولشویی یعنی این که مبدأ و مقصد یک پولی معلوم نباشد، به خصوص مبدأ یک پولی معلوم نباشد که از کجا میاد. خب وقتی که کسی که پول بد دارد، پول کثیف دارد به اصطلاح اقتصادی، اینو خیلی وقتا به یک بنگاه خیریه میدن، از بنگاه خیریه که در بیاد لابد امیدشون این است که اگر مامور انتظامی رسیدگی بخواد بکنه، بگه این مبدأش یک بنگاه نیکوکاری بوده و در نتیجه پول اینطوری میتونن پولشویی کنن، یعنی پول کثیف رو وارد شبکه بکنن. میدونید که الان ما عمدتا سه پیمان بزرگ بین‌المللی داریم، FATF، پالرمو و بازل، و به ویژه پالرمو و FATF و رسما جمهوری اسلامی نپذیرفته است که امضا بکنه. اینها میگن ما جلوی پولشویی رو قاچاق رو بگیریم. آقا یک نفر میگوید تعهد بدیم پولشویی و قاچاق نکنیم و جمهوری اسلامی امضا نمیکنه. بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جمشید اسدی عزیز و آقای نوید جمشیدی گرامی، شبتون بخیر. بریم پرده آخر. چرا من و شما زنده ایم؟ چون او میخواد تا دستور قبض روح بده میریم. بله، پیغمبر فرمود در شب معراج ملک الموت رو دیدمش، عزرائیل. یه صفحه جلوش بود، روشن بود، اسامی تمام زنده های عالم روشن بود. سوال کردم از کجا میفهمی که چه کسی؟ آخه ما هم نیستیم، حیوانات هم هستن، باید قبض روح کنی. گفت رسول الله اسمش اینجا خاموش میشه، من میدونم باید قبض روحش کنم. هی شب روزگار خوش.